مرا زیر شکنجه کشتند. به یاد شهید قیام رامین فاتحی. من رامین فاتحی متولد اول فروردین 53 در سنندج هستم. من یک راننده وانت بودم، کارگر زحمتکشی بودم که با جابجایی بار از شهری به شهر دیگه زندگی خانواده‌ام رو تأمین می‌کردم. با همه شهرمون مهربون بودم، همه‌مون منو دوست داشتن. با شروع اعتراضات منم به قیام پیوستم. نمیتونستم در برابر جنایت و بی‌عدالتی سکوت کنم. به خیابون اومدم تا صدای مظلومیت زنان و دختران میهنم باشم. به خیابون اومدم تا علیه این همه فقر و فساد تو کشورم اعتراض کنم. روز 21 مهر در حال جابجایی بار با واند از سنندج به سقز بودم که توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدم. غروب همون روز مزدوران حکومتی به خونه پدر پیرم یورش بردن و برادرم وریا رو هم دستگیر کردن. فردای اون روز به خونه خواهرم رادا ریختن و اون رو هم به مکان نامعلوم بردن. خانواده و نزدیکانم که به اطلاعات سنندج مراجعه کردن، مزدوران حامله‌ای با آنها گفتن که خبری از ما ندارن. خانواده‌ام رو تهدید کردن که نباید برای ما وکیل بگیرن. در حالی که تنها 9 روز از بازداشتم گذشته بود، روز 29 مهر مزدوران اطلاعات مرا زیر شکنجه‌های طاقت فرسا کشتن. آخه به چه جرمی؟ من به دنبال آزادی و حقوق به یغما رفته خودم و مردم کشورم بودم. بعد هم با وقاحت به خانواده‌ام گفتن که من در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج خودکشی کردم. اما خانواده‌ام به شدت این داستان سرایی حکومت رو رد کردن و گفتن که من زیر شکنجه به شهادت رسیدم. قاتلان از ترس برملا شدن جنایتشون نه اجازه پزشک قانونی دادن و نه گواهی فوت. حتی اجازه ندادن پدر و مادر پیرم جنازه پسرشون رو ببینن. در اوج شقاوت حتی جنازه هم رو به خانواده هم تحویل ندادن و شبانه خودشون تو بهشت محمدی سنندج دفن کردن. اما بعد که مردم از محل دفنم باخبر شدن سراغم اومدن. آنها برام ترانه سرود کردی شهیدان رو خوندن و با من عهد بستن راهی که من براش جان دادم رو تا پیروزی ادامه بدن. امروز در کنار بقیه شهیدان سرفراز سنندج، خونه ابدی ما میادگاه عاشقان آزادی شد. شهید گفتم ای دل آزادی، او گفتن آلی بر آب بارگی. شهید گفتم ای دل آزادی، او گفتن آلی بر آب بارگی. بدوانا سام بدوان در بین تو، او خیلی نگاهی رجای ناوگو.